به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس 160 مضمون ریاضی سنف ده در درس قبلی خود ما و شما از فصل هفتم قسمت اول تمرین را کار کردیم قسمت دومی تمرین را که تمرین را گفتیم به دو قسمت تقسیم کردیم قسمت دومش در این درس کار میکنیم امیدوار هستیم که در فصل هفت موضوعات که خواندین در این تمرینات اگر جای مشکل بازم باقی مانده باشه اونا را بیشتر یاد بگیرین و مشکلات شما هم رفع شده باشد ما هم کوشش میکنیم سوالات نسبت مشکل را حل کنیم سوالات ساده را برای عهده خود شما میگذاریم و سوالات متوسط را راهنمایی میکنیم سوال 23 اومه. تمرین با شما و سوال اولی درس ما شما گفته معادله دایره ای را دریابید که از نقاط A4 و 1 و B6 و 5 بگذرد و مرکز آن روی خط 4x مثبت y منفی 16 و با صفر واقع باشد از این رقم مثال ما و شما در جریان درس خودم داشتیم ولی چون یک مقدار متفاوت هست اگرچه مثال نسبتا وقتگیره، مسئله میخوایم کار بکنیم تا ای که شما اگر در اونجا یاد نگرفته باشین در اینجا خوب یاد بگیرین که ببینیم چی گونه است. و در جریان درس در قسمت درسی که ما و شما خوانده بودیم این معادله دایره را ما مثالش عملا روی تخته کار نکرده بودیم به خاطر از اینکه وقت ما یاری نمیکرد خب دو تا نقطه داریم که A چار و یک هست و به می ترتیب بی شش و پنج هست شش و پنج که از این نقاط به اصطلاح دایره میگذرد و مرکزش روی خط چار اکس مثبت چار اکس مثبت وای منفی شانزده مساوی به صفر واقع است خب وقتی از این نقاط دایره به اصطلاح میگذرد پس به این ترتیب ما شما در اینجا بحثی که داریم در قسمت نقاط هم وجود داره در قسمت خودی به اصطلاح خط مستقیم هم وجود داره ما مرکز دایره را وقتی از این خط مستقیم داریم بگذره پس x از مساوی به h میشه و y هم مساوی به k میشه بران پس به این ترتیب این را تر تنظیم میکنیم که 4x یا بگیم 4h مثبت k منفی 16 مساوی به 0 و یا بگیم 4h مثبت که مساوی است به 16 که به این ترتیب ما شما مادله خط مستقیم را نظر به کمیات مرکز دایره آمدیم با اصطلاح x را به h تبدیل کردیم و y را هم به k تبدیل کردیم بس دیگه که در اینجا داریم از نقاطی که مگذرت پس میشه ما شما در اینجا خود این نقاط را با اصطلاح برای معادله دایره هم در نظر بگیریم که چگونه هست و یا بگیم چطور میشه دریافت شود خب در اینجا ما و شما ابتدا این سمت البته یا این نقطه ای را من حیث سمت چپ معادله در نظر می گیریم که در اینجا ما و شما کنیم که H منفی به عوض قیمت اکسش قیمت 4 رو وزن می کنم منفی 4 کل مربع جمع به عوض وای نوشته می کنم که منفی به عوض به اصطلاح که که قبلا بوده در اینجا ما و شما قیمت چه داریم منفی 1 کل مربع در سمت راست نقطه دوم را میار قرار میتیم B منفی البته B نقاط 6 و 5 هست پس میشه H منفی 6 کل مربع جمع به می ترتیب K منفی به عوض قیمت Y 5 است منفی 5 کل مربع که به این ترتیب ما شما داریم آلی مادله دایره ای که در سمت چپ داریم و مادله دایره در سمت راست داریم کردوشان وقت نقاط ازش بگذره طبعا به اصطلاح دایره قرار داره یا بگیم روی محیط دایره قرار داره بنان میشه شما اینا را ساده سازی بکنیم یا بگیم به اصطلاح قیمتش دریافت بکنیم پس در اینجا مطابقت هاست که انکشاف بتیم میشه h مربع منفی دو ضرب در 4 h مثبت 4 مربع ما یا بگیم منفی 4 مربع ما مثبت شانزده میشه به این ترتیب پس مثبت شانزده جمع کم مربع منفی دو زرب یک ضرب کم میشه منفی دو که و مثبت یک مربع کس؟ ای مساوی هست ما در سمت راست 8 مربعه را داریم منفی 26 12 اچ و مثبت 6 مربع 36 میشه ای قسمت جمع شده پایین نشسته می کنم که خیلی زیاد خط ما طولانی نشه برای شما باز مشکل پیش نكنه ای کم مربع میشه منفی دو ضرب پنج دکه و مثبت پنج مربع میشه بیست و پنج که به این ترتیب ما شما داریم حالی اگر سمت چپ و سمت راست این معادله رو با هم دیگر مقایسه بکنیم میبینیم که در دوش ایچ مربع داریم یک مربع رو با هم دیگر خلاص میکنیم کم مربع ها هم با هم دیگر خلاص میکنیم ای کم مربع با ای که مربع سمت راست خلاص شد ایچ مربع سمت راست با یک مربع سمت چپ خلاص شد پس به این ترتیب تنظیم میکنیم میبینیم چی گونه هست ما در اینجا داریم دو ضرب چار میشه منفی 8 اچ در سمت راست 12 اچ را با علامه منفی داریم در سمت چپ میره میشه مثبت 12 اچ به این ترتیب قیمت ای کر در سمت, راست در سمت چپ منفی دو ک داریم در سمت راست مثبت ده ک پس نوشته میکنیم منفی دو کا یا ک و ده کر را که سمت راست بریم سمت چپ یا مثبت ده ک میشه به این ترتیب 16 را داریم جمع یک میشه 17 در سمت چپ معادله از سمت راست یکی 36 را داریم یکی هم 25 را داریم به این ترتیب پس میشه منفی 36 منفی 25 مساوی با صفر که به ای ترتیب ما شما داریم پس تمام قسمت هایی که در دو طرف معادله بود ما در سمت چپ معادله تنظیم کردیم حال میبینیم از 12 که 8 کم شود 4 اچ باقی میمانه به همین ترتیب از که دو کم شد مثبت اشت که باقی میمونه و به همین ترتیب در اینجا مثبت افده را داریم شش جمع پنج یازده یازده یکش حاصل یک یک و یک دو به اصطلاح یک و دو سه سه و سه هم شش میشه من پیش یک مساوی به صفر از اینجا چار ایچ مثبت هشت کا به همین ترتیب از یازده که هفت کم شود چار باقی و به همین ترتیب حالا اینجا پنج مانده از پنج که یک کم شود چار باقی منفی چل چار میمانه مساوی به صفر در اینجا ما و شما از قبل مادله خود خط مستقیم را به اساس قیمت H و K داریم کردیش یا بگیم او را میارم در کنار از این نوشته میکنیم که این مادله چی است؟ 4H به همین ترتیب مثبت که البته منفی 16 میشه ناشی کنیم مساوی به صفر و این ترتیب میشه شم و شما معادله را در نظر بگیریم بعد وقت علامه ها را تغییر بیتیم با تغییر علامه ها میفهمیم که به اساس به اصطلاح طریقه افنا قیمت ایچ ما شما از بین میره یا بگیم افنا میشه و به اصطلاح تنها که باقی میمونه پس مثبت چاره چه منفی پی چاره چه از بین میره از 8 یک کم شوه 7 هفت باقی میمونه آله از چارده که شش کم شد و باقی و به می ترتیب از سه یک کم شود دو باقی 28 بالا چی؟ بالا علامه منفی چون قیمت مطلقه 44 بیشتر هست و از مساوی به صفر افت که مساوی به 28 میشه اطراف را تقسیم هفت میکنیم قیمت که مساوی به 4 میشه که 4 هفت ما شما مساوی است و 28 قیمت که را داریم میشه از هر کدام از این معادلات استفاده کنیم و قیمت H را هم بدست بیاریم به نظر من معادله دوم ساده تر هست پس نوشته میکنم 4 h مثبت ک منفی 16 مساوی با صفر 4H مثبت ک مساوی با 16 میشه قیمت ک رو وضع میکنیم 4H مثبت به عوض ک نشون میکنم 4 مساوی با 16 پس 4H ما مساوی است 4 را سمت راست انتقال میدیم از 16 که 4 کم شود 12 باقی میمونه اطراف را تقسیم 4 میکنیم قیمت H ما مساوی با 3 میشه پس قیمت H را ما شما دریافتیم که مساوی با عدد 3 میشه الی قیمت H مساوی بر عدد 3 و قیمت K مساوی بعد عدد 4 حاصل شد که ما شما را داریم چطور میشه ما شما قیمت R را به دست بیاریم یا بگیم چطور میشه ما شما قیمت R را حاصل بکنیم به این ترتیب میشه حالا ببینیم بی که چی است خب برای دریافت قیمت R ما شما یک از این نقاط را در نظر میگیریم مثلا نقطه اولی را در نظر میگیرم قیمت با اصطلاح به عوض x h را در نظر میگیرم و به وضع k هم قیمت خود k و h و اینا را پس به این ترتیب اگر نوشته کنیم که x منفی h کل مربع جمع y منفی k کل مربع مساوی به آر مربع هست قیمت x مورد نظر ما و شما در اینجا 4 هست منفی قیمت h چند است سه است 4 منفی 3 کل مربع جمع قیمت y در اینجا چند داریم یک داریم یک منفی قیمت وای را البته قیمت کار چند داریم؟ چهار داریم یک منفی چهار کل مربع مساوی هست با آر مربع پس به این ترتیب ما شما از که سی کم کنیم یک باقی میمانه یک مربع مثبت چار منفی البته یک منفی چار یا بگیم چهار منفی یک منفی سه کل مربع میمانه مساوی است به آر مربع از اینجا آر مربع مساوی است یک مربع یک سی مربع قیمتش بالاخره مساوی با ده میشه پس آر مربع ما شما مساوی است با ده از طرفی اول معادله دایره را می تونیم نشتا کنیم که x منفی h کل مربع جمع y منفی k کل مربع مساوی با r مربع هست. x منفی h کل مربع جمع y منفی k کل مربع مساوی است با r مربعه که به این ترتیب مشخص ما دارند خب قیمت x که ضرور نیست که چون معادله دایره را می دریافت کنیم و اما قیمت h چند است 3 است x منفی 3 کل مربع جمع وای منفی که کل مربع قیمت که چند است؟ چار هست وای منفی چار کل مربع مساوی است آر مربع قیمت چند است؟ مساوی بعد است پس این معادله میاری دایره بود که ما شما میخواستیم دریافت کنیم نظر به ای که دو نقطه ای از دایره مشخص بوده و همچنان خط مستقیمی که در مرکز دایره قرار داشت او را هم ما شما داشتیم. اگر شما خواسته باشید میشه این معادله را مقدار انکشاف بتین یا بگیم به شکل عمومی معادله دایره تبدیل بکنین که میشه x مربع منفی دو سه x مثبت به اصطلاح سه مربع که نو میشه جمع y مربع منفی دو 4 y و مثبت 4 مربع ما هم 16 میشه مساوی به صفر پس x مربع بعد از او میشه y مربع را نشته کنم y مربع منفی 6 x به همین ترتیب بعد از اون منفی 8 y و به همین ترتیب 16 جمع 9 هم مساوی با 25 میشه مساوی به صفر این معادله عمومی دایره مورد نظر بود که ما شما دریافت کردیم پس سوال 23 ام تمرین خود را حل کردیم امیدوار هستیم که سوال را شما خوب دقت کرده باشین و بعد در جایی که رقم سوال بیاد بتانید به سادگی حل بکنیم سوال 24 م گفته اگر رس های یک مثلث A 5 و منفی 6 B منفی 3 و 5 و C منفی 1 و 2 باشند این مثلث چی خصوصیت داره؟ بسیار زیاد ساده هست شما این مختصات را در کمیات وضعی قائم رسم میکنیم یا به قیمت گذاری میکنین بعد از اون مثلث مورد نظر را رسم میکنین بعد از اینکه مثلث مورد نظر را رسم کردین نظر به فاصله بین دو نقطه میشه هر سه زل را شما قیمتش را پیدا کنیم یا بگیم فاصله بین دو نقطه که در هر زل یا بگیم هر دو نقطه که ما شما در اینجا داریم نشان دهنده یک زل است اگر قیمت ها با هم مساوی آمد یعنی دی مساوی با جذر x2 منفی x1 کل مربع جمع y2 منفی 1 کل مربع شون اگر با هم مساوی آمد به این ترتیب و مثلث مورد نظر متساوی الاضلاع است اگر مختلف آمد مختلف الاضلاع است و اگر دو تا از اضلاع با هم دیگر مساوی آمد پس در صورت گفته میتونیم که مثلث مورد نظر متساوی و ساقین است سوال 25 م گفته اگر مختصات رس یک مسلس ای ارقام باشد این مسلس چیگونه است؟ مثل سوال 24 م هست که هیچ تفاوت نداره سوال 26 گفته اگر پی مسایبه یا بگیم نقطه پی مختصات منفی 8 و 4 و نقطه کیو مختصات 2 و منفی 1 را داشته باشد مختصات نقطه A را دریابید که اگر نقطه A خط PQ را داخلا و خارجا به نسبت دوی بر تقسیم کرده باشد ما شما از قبل میفهمیم که قیمت X مساوی است به RX2 جمع X1 بر یک جمع R و قیمت Y مساوی است به RY2 جمع Y1 یک بر یک جمع R این قیمت R بر ما شما مشخص است که 2 بر است اما تفاوت این نسبت به صورت داخلا و خارجا چگونه میشه؟ وقتی داخلا یک قطعات به نسبت تقسیم میشه همین عدد رو مستقیما من حیث قیمت آر در نظر میگیرین ولی زمانی که خارجان به نسبت تقسیم میشه باز عدد مورد نظر را که در اینجا ما شما دوی بر سه داریم اون رو با علامی منفی در نظر میگیرین و قیمت مورد نظر دریافت میشه و اصطلاح قیمت مورد نظر شما حاصل میکنید. سوال 27 هم گفتن نقاط تقاطع خط مستقیم رو با ای دایره دریافت کنین بسیار زیاد ساده است قیمت ایکس را دریافت کنین بعد قیمت ایکس را به با به اصطلاح وضع کنین در معادله دایره بعد ببینین معادله درجه دو که تشکیل میشه اگر دلتاش بزرگ از صفر بود به این ترتیب ما شما که در اینجا چون نقاط تقاطع را خواسته طبعا دلتاش بزرگ از صفر هست پس معادله درجه دو رو کامل حل میکنیم قیمت x1 نشان دهنده تقاطع یکی از نقاط با محور است و قیمت x2 نشان دهنده مختصی دومی هست طبعا x1 و x2 رو ما شما در معادله وضع میکنیم و بعد جوابش را دریافت میکنیم که مختصی y ما چگونه است سوال 28 گفته اگر خط مستقیم x جمع ای وای منفی 5 مساوی با صفر بر دایره x مربع جمع وای مربع منفی 2x مثبت 4 مساوی با صفر مماس باشد قیمت A را دریافت کنید در این سوال چیکار کار قیمت x را از اینجا در نظر میگیرین بعد به جاش به اصطلاح اینجا وضع میکنین در معادله دایره بعد از دلتا ی مورد نظر را خودتان مستقیما مساوی به صفر قرار میدین وقت دلتا را مساوی با صفر قرار دادین یک معادله به اصطلاح بر اساس A. دریافت میشه یا بگیم یک معادله به اساس ای تشکیل میشه که مجهولش ای هست بینان وقتی معادله را حل بکنید قیمت ای هم دریافت میشه بسیار زیاد ساده است سوال 29 گفته معادله دایره ای را که از نقاط 0 0 و دو صفر میگذرد و با خط y منفی 1 مساوی با 0 مماس باشد دریافت کنید که چگونه است ما و شما میتونیم مثل همین سوال را که قبلا کار کردیم این مثال را هم به اصطلاح دریافت کنیم که چگونه یا بگوییم با امو معادله را که ما و شما داریم چطور قیمتش میشونه میشه دریافت شود سوال سوم ما شما گفته دایره ای که معادلش به ترتیب است شما دایره را نقطوی دارین یا موهومی دارین و یا هم به اصطلاح میشه دایره حقیقی داشته باشین بسیار زیاد ساده هست در اینجا ما و شما قیمت جی مربع جمع اف مربع منفی سی را مطالعه میکنیم که جی مربع و اصطلاح خود دو جی ضریب ایکس است، دو اف ضریب وای هست و سی هم قسمت ثابت یا آخر معادله هست اگر قیمت بزرگ از صفر شد معادله حقیقی است و اگر مساوی به صفر شد معادله نقطوی است اگر کوچک از صفر شد معادله مورد نظر چی است نشان دهنده یک دایره مجازی است که یعنی دایره در واقعیت وجود نداشته سوال 32 با شما گفته فاصله بین دو نقطه و کمیات وزیر نقطه تنصیف ها را دریافت کنید فاصله بین دو نقطه بسیار زیاد ساده است مثل قبلا هم گفتیم دی مساوی و جذر دو منفی یک کل مربع جمع وای 2 منفی یک کل مربع برای شما فاصله بین دو نقطه را ارائه میکنه و نقطه تنصیف هم جمع بر دو و قیمت وایش هم یک جمع بر دو میشه سوال سی و سه ما شما گفت اگر رسای یک مسلس یرقام باشد نشان دهنده این مسلس ب... 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 این رو البته نشان بتین که مسلس مورد نظر قایم و زاویه همه باشد اول مسلس را نظر به نقاطی که بر ما شما گفته در مختصات قایم رسم میکنیم بعد از او با استفاده از این که مال هایشان چگونه است اگر امی یک زر دو مسایی به منفی یک شد در امو رس که شما تصور میکنین یا بگیم معمول هستی که نزدیک به 90 درجه معلوم میشه اونمو دو قطع خط را مطالعه کنین در صورت که ام یک ضرب ام دو مساوی منفی یک شد بر شما معلوم میشه که به اصطلاح خطوط مورد نظر به صورت عمود قرار داره سوال 34 گفتن نشان دهید که A, B, C و D اینا رأس‌های یک مستطیل هستند بسیار زیاد ساده است وقتی رسم کنید به صورت مشخص بر شما معلوم بشه که فاصله هم مساوی است به نان نشان دهنده یک مستطیل هستند سوال 35 هم برای ما و شما این نقاط را داده گفته روی یک خط مستقیم قرار داره مایل های خطوط را دریافت که نسبت به همدیگر بعد معلوم میشه که وای 2 منفی وای 1 بر ایکس 2 منفی ایکس 1 شما قیمت های مساوی داره پس وقتی قیمت های مساوی دارن روی یک خط مستقیم قرار داره معادله های خطوط مستقیم را دریابید که از ای جوره ها مگذره بسیار زیاد ساده هست ما و شما معادله خط مستقیم را داشتیم در صورتی که دو نقطه آن معلوم باشد y منفی y1 مساوی است با y2 منفی y1 بر x2 منفی x1 ضرب قوس x منفی x1 بر ما شما معادله خط مستقیم را نشان میداد که دو نقطهش مشخص بود پس میشه بر هر کدام از این جوره ها ما شما خط مستقیم ترتیب بکنیم و معادله خط مستقیم را ترتیب کنیم سوال 37 ما با شما در اینجا گفته معادله خط مستقیمی که از این نقاط میگذرد نظر به این فرمول که قبلا گفتم دریافت شده و سه جوابش درست است یعنی شما وقتی معادله خط مستقیم را در دریافت کنین به یکی از شکل های A, B و یا C میایه که به این ترتیب پس جواب درست ما و شما جواب دی خواهد بود که سه گفته درستند درس امروز ما و شما در همینجا به پایان برسه و هستم که درس خوب فهمیده باشین تا یک درس بعدی از مضمون ریاضی صنف دهم هم همه شما را به خداوند بزرگ بینیاز میثوارارم موفق باشید.